ترفند زیرکانه غنی که دوباره عبدالله و متحدانش را گول زد. دکتر عبدالله بی جهت از اشرف غنی می ترسد و ساختار به هم ریخته پارلمان و چالش رای اعتماد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. به نقل از گزارشنامه افغانستان، دکتر عبدالله بی جهت از اشرف غنی میترسد. اشاره: در کتاب جان بولتون تذکر رفته که دونالد ترامپ به حد از اوضاع افغانستان بخبر بود که حتی نمیدانست کرزی سر قدرت است یا غنی. محمد جواد رحیمی: یکی از عجایب این است که اشرف غنی با سوء استفاده از نام و آدرس امریکا همیشه بالای حریفان سیاسی خود فشار وارد می کند، در حالی که دونالد ترامپ حتی اشرف غنی را به نام هم نمی شناسد. جان بولتون در کتاب خود نوشته است که هر باری که دونالد ترامپ در مورد افغانستان حرف می زد، نام کرزی را استفاده می نمود. یعنی حتی خبر هم نبود که فعلا کرزی نه بلکه اشرف غنی در رأس نظام مقرر شده است. در عین حال در کتاب بولتون ذکر شده که دونالد ترامپ همواره از موجودیت فساد گسترده و از ضعف مدیریتی حکومت کابل به تندی انتقاد میکرد. از اینکه اشرف غنی با سوء استفاده از نام و آدرس امریکا منافع خودش را در کشور تامین نموده، بیانگر چالاکی و زیرکی او است. اما سکوت عبدالله و یا ترس او از اشرف غنی و حامیان دروغین او را چه نام دهیم؟ اشرف غنی را حتی به نام کسی نمی شناسد، اما عبدالله دوبار اقتدار و اراده ملی را دو دسته به او توفه داده است. نمی دانم که اقدام تکراری عبدالله قصدی بوده یا از روی ترس، اما نزد ما هر دو مورد مردود، منفور و نابخشودنی است. ساختار به هم ریخته پارلمان و چالش رای اعتماد. احتمالاً بخش زیادی از نامزدان وزارت رای اعتماد نمیگیرند. فریدون آژند، خبرگزاری اندپندنت: در صورتی که دکتر عبدالله بتواند در طول همین هفته نامزدان وزارتخانه هایی که به تیم وی اختصاص یافته از برگ ریاست جمهوری معرفی کند، هفته آینده این نامزدها جهت جلب رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی خواهند شد. مجلس نمایندگان از چند پیش فشارهایش را بر حکومت جهت معرفی کاندیداهای وزارت بیشتر کرده است. اعضای مجلس بر این باورند که فاصله زمانی اعلام نتایج انتخابات و معرفی نامزد وزیران بیش از حد شده و عدم معرفی وزیران می تواند مشروعیت حکومت را زیر سوال ببرد. با اینکه رئیس جمهور به اعضای مجلس گفته است که نامزدهای وزارتخانه های مربوط برگ مشخص شده است و این تیم قصر سپیدار است که تاکنون نتوانسته نامزدهای خود را معرفی کند، اما به نظر می رسد عبدالله ناگزیر شده تحت فشار مجلس سر و سامان به اعضای گروه هش داده و نامزدهای وزارت خود را زودتر برگ معرفی کند. اما آنچه کابوس نامزدان وزارت است، ساختار به شدت به هم ریخته و نامتجانس مجلس نمایندگان است. یک نگاه اجمالی به مجلس دوره 15 و 16 نشان می دهد که نمایندگان از یک آدرس مشخص به مجلس آمده بودند. بخش عمده از وکلای دوره 15 و 16 را رهبران و فرماندهان جهادی تشکیل می داد. به همین دلیل سابقه جهادی و حتی رابطه غیر مستقیم با جهاد به عنوان امتیاز برای نامزد وزیران مطرح بود. همچنان وکلای دوره 15 و 16 هم دیدگاه مشخص نسبت به وضعیت روز داشتند. تجربه سیاسی اکثریت اعضای مجلس دوره 15 و 16 هم باعث شده تا نسبت به نامزد وزیران با وسواس بیشتر برخورد کنند. اما متاسفانه دوره 17 هم مجلس به شدت نامتجانس و ناهمگون است. وکلای این دوره نه بر اساس تعلقات سیاسی و حزبی وارد مجلس شدند، نه بر اساس وابستگی های قومی،
زبانی و مذهبی و نه بر اساس دید و دانش سیاسی. حتی تعداد از وکلا بر اساس یک شانس به مجلس راه یافتند. بخصوص در میان خانم ها وضعیت به صورت بوده که تعداد زیادی از خانم ها که نه تجربه فعالیت سیاسی و مدنی داشتند و نه هم چهره مردمی بودند. فقط با اتکا به اصل تبعیض مثبت که 30% مجلس را باید خانم ها تشکیل دهند، خود را نامزد مجلس کردند و حتی عده هم کوچکترین هزینه برای مبارزات انتخاباتی پرداخت نکردند. به همین دلیل بیشتر خانم ها رای یافتند به مجلس، با گرفتن 2 تا 3 هزار رای به مجلس رای یافتند. از سوی در مجلس نیز تعداد گروه های نسبت به گذشته بسیار کم است. در دوره 15 و 16 چندین فراکسیون و گروه در چارچوب مجلس به وجود آمده بود و اعضای این گروه ها نسبت به اعضا دید مشترک داشتند. به طور مثال خط 3 گروه از خانم ها در دوره 15 در مجلس بودند که به طور مستمر نسبت به وضعیت سیاسی کشور اظهار نظر می کردند و در بیشتر اوقات نیز تلاش می کردند تا با اعمال نظر تغییراتی را در ساختارها و یا رویکردهای سیاسی به وجود آورند. حالا از این گروه ها نام و نشان در دست نیست. حتی در داخل مجلس وابستگی های قومی، زبانی، مذهبی و سیاسی باعث نشده تا گروه ها و فراکسیون ها در داخل مجلس شکل بگیرد. در چنین وضعیتی برای نامزدهای وزارت به شدت سخت است تا بتوانند کمپین لازم را برای جلب توجه وکلا برای اندازند. حالا نامزد وزرا مجبورند تا با تک تک نمایندگان دیدار کنند تا آنان را راضی به دادن رای اعتماد به خود کنند. از سوی دیگر این وضعیت زمینه فساد را نیز بیشتر فراهم می کند. بحث گرفتن رشوه برای رای اعتماد از همان زمان دوره 15 مطرح بود و گزارش های زیادی در طول 16 سالی که از تشکیل پارلمان گذشته از دریافت رشوه در قبال رای اعتماد منتشر شده است. اما این بار این معضل حادتر از گذشته خواهد بود. در گذشته شاید از یک گروه یا یک کمیته 2 تا 3 نفر رشوه می گرفتند و با لابی کردن باعث می شد تا دیگر اعضای گروه یا کمیته داخلی به فرد مورد نظر رای بدهند. اما حالا به نظر می رسد گروه و کمیته نقش آنچنانه نداشته باشد و وکلا به صورت فردی با نامزدها برخورد خواهند داشت. این مسئله باعث می شود که آن از نامزد وزیران که دارای سرمایه شخصی هستند و پشتیبانی اقتصادی دارند یا حتی مافیای قدرت آنان را حمایت می کنند از فلتر مجلس رد شوند و تعداد زیادی از وزرا که با پشتیبانی و ظرفیت کاری و تخصص برای این مقام معرفی شدند رد صلاحیت شوند. این چالش بزرگترین دغدغه نامزدها است. به همین دلیل کارشناسان باور دارند که تعداد زیادی از نامزدهای وزارت در دور اول رای اعتماد لازم را به دست نیاورند. از سوی هم فرید آژند میگوید عبدالله نتوانسته برای وزارتخانه های مربوط به خود وزیر معرفی کند. دکتر عبدالله پس از تنش‌های انتخاباتی نه تنها نتوانست که ریاست شورای مصالحه را از آن خود کند که تعداد از وزارتخانه های حکومت نیز به وی هم و هم پیمانانش داده شد. در کنار آن عبدالله این صلاحیت را نیز دارد که آستانداران تعداد از آستانهای افغانستان را نیز برای رئیس جمهور معرفی کند. اما با گذشت 1 ماه از زمان امضای توافق سیاسی میان عبدالله و غنی، عبدالله نتوانسته از نامزدهای گروهش را برای پست‌هایی که به وی معرفی شده است معرفی کند. ارگ ریاست جمهوری تقریبا بیشتر نامزدهای خود را برای وزارت معرفی کرده و نزدیکان آقای عبدالله تنها بابت 1-2 پست وزارت در حال رایزنی با رئیس جمهورند. اما با اینکه 2 فهرست از نامزدهای وزیرهای احتمالی تیم دکتر عبدالله در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، با این حال به صورت رسمی این گروه نامزدها خود را برای احراز جایگاه وزارتخانه‌ها تاکنون برگ معرفی نکرده است. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار.